Asadullah Aziz ve Granqadr ma ustaz buzurgvar xosh mikunim ki jurayshan marifi bokunan. Teşekkür az Faraman sahib aziz. Dosto aziz, balakhara lahza ba lahza mirasim ba musabeqe jalib, didani, purshor va purhayajon. Musabeqe nima markazi davre chorome shab knockout va da in musabeqa kese ke mioy az corner sor khabar shomo qudrat khoda namoyish meta ona hasan habibullah muhammad zay mulaqab ba oqo kam bazan iftixor shon dosto aziz Habibullah Muhammad Zay kese ez ki dati nazare Ustad Fawad Rustami tamam temrinat khuda separi mekunan ve az guruh uqab top team ino benamayindegi shon omadan ve mekhoyen mubarazat doshte bashan maratay ke daran pahlavani muay thai boxing combat sambo kushti vatani ve bo 22 sal sen ke voqean Wahidullah Sheikh Zay کسی است که این بار با یک حریف خیلی پرقدرت به نام شمشاد کوهستانی مقابل است ببینیم که این مسابقه پرشور و پرهیجان رکورد کدام را به طرف پیروزی رقم خود زد و شکست به طرف کی خود رفت و شما فعلا مشاهده میکنیم که از طرف مسئولین صحی و بهداشتی سازمان دوستای ما و ورزشکارای عزیز ما کمک های اولیه به خاطر صحتشان برشان صورت میگیره و چرکوری میشن و بعد از او میرن داخل کیچ بین المللی سازمان زی ای سی که بزنیم دوست رو از بفتخاره ای جوان ما حبیب الله محمد زی حریفش از کارنر آبی این مبارز با 68 کیلوگرم وزن و 1 متر و 75 سانتی قد با ریکورد 4 برد و 1 باخت از گروه قهرمانان کاپیسا تحت نظر استاد نظیر احمد مومن با مهارت‌های چون کیک بوکسینگ جوجیتسو و پهلوانی وطنی اونا هستن شمشاد کوهستانی شمشاد کوهستانی هم کسی است که واقعا از بدن خیلی پرقدرت برخوردار است قامت رسا و در کارنامه خود یک شکست و 4 پیروزی دارد با این قهرمان به نمایندگی از قهرمانان ولایت زیبای کاپیسا میخواهد وارد قفس رنگ سازمان سیفسی شود کمک های اولی از طرف مسئولین سازمان سیفسی برشان صورت میگیرند و بعد انشاءالله تا لحظات بعد شما مسابقه پرشور و پرهیجان را از ورزشکارای نامور 32 ولایت افغانستان که با میزبانی ولایت بلخ و با حمایت محترم احمد فواد آرزو رئیس سازمان این مسابقه تدویر شده تمام ورزشکارای ما نمایشات خیلی فوق‌العاده را به شما با نمایش خواهند گذاشت با افتخار شمشاد کوهستانی و حال شما و استاد فرهمند عزیز جهت معرفی رسمی ورزشکاران عزیز ما در نخواست از کارنر صرف این مبارز با رکورد 3 برد و هیچ باخت در رشته ام ام ای مقامات 1.8 سانتی در وزن 68 کیلوگرم برمایندگی از ولایت کابل از رستمی تاپ تیم حبیب الله محمد زای و عارفش این مبارز از کارنر آبی با رکورد 4 برد و 1 باخت در رشته ام ام ای با قامت 1.7 سانتی در وزن 68 کیلوگرم برنمایندگی از ولایت کاپیسا قهرمانان و جنگجویان کاپیسا و شمشاد کوهستانی
این مسابقه سه راوند 5 دقیقه‌ای است و داور این مسابقه استاد مومن سروری. قانون مقررات سازمان برتون گفته شده پشت سر ستون فقرات مایزه ضربه نمیزنید، با چشی بینی دهن دیگر دست نمیندازید، از کیج از قفس محکم نمیگیرید، البو 90 درجه است، زانو در حالت خاطره با سرعت بزنید. استاپ بدید استاپ چانس کوچ. آغاز رنگ اول بین هر دو ورزشکار ما حبیب الله محمد زای ملقب به عقاب در مقابل شمشاد کوهستانی. یک لوکیک از طرف شمشاد کوهستانی، لوکیک دو طرف، لوکیک اما اصابت نکرد. هر دو ورزشکار ما در حالت تهاجم قرار دارن، لوکیک خوب آکن، یک آکن اما رفت در گیلیتین حبیب الله محمد زی گیر آمد و بالاخره هم تک داون از شمشاد کوهستانی. آکن از طرف کوهستانی، طوری که شما میبینین کوهستانی در حالت کنترل مسابقه را به پیش میبره، داخل گارد حریف قرار داره، از حرکات خودش استفاده دا میکنن. از تکنیکای خود استفاده میکنه شمشاد کوهستانی و بسیار با فکر و هوش حریف شمیارا و پیش کوچش که تا هم از خودش از تکنیکاش استفاده کنه و کوچش همراهش کمک شود. یک آکن خوب از طرف کوهستانی، کیج کنترل و هم ضربات بسیار خوبه از طرف کوهستانی. خوب دوستو، قسمی که شما بیننده هستین مسابقه را راون اول آغاز گردید و حبیب الله محمد زای که ملقب به عقاب است در مقابل شمشاد کوهستانی قرار داره که فعلا در فول گارد قرار داره در کنج رنگ و حال از امکان داره اتفاق بیفته و فعلا دو ورزشکار دوباره به شکل استاده در مقابل هم دیگر قرار گرفتن. فایت داره یک نیکیک از طرف شمشاد کوهستانی و دوباره پس مسابقه در مرکزی یک هایگیک از طرف شمشاد کوهستانی دوباره پس مسابقه به شکل خوابیده رفت و فعلا در فول گارد در حالت سبمیشن قرار داره. سبمیشن گلیتین، گلیتین از طرف حبیب الله محمد زای. بسیار عالی، دوباره تونست که از سبمیشن خود نجات بده حبیب الله محمد زای و فعلا حال دوباره به شکل فول گارد قرار داره. مشتاید بای در بای پرتاب میکنه و صورت شمشاد کوهستانی حبیب الله محمد زای فعلا در فولگارد شمشاد کوهستانی قرار داره و مشاید بای در بای گرات بای در بای و بالاخره البو طرف شمشاد کوهستانی به صورت حبیب الله محمد زای پرتاب میشه. فعلا خوب دوستان، مسابقه با تمام شور و شوقش ادامه داره، دوباره پس فولگارد قرار داره شمشاد کوهستانی. حرکات خیلی خوب و تکنیکی از طرف شمشاد کوهستانی و حریفش در اختیار داره فعلا. با تکنیک ها و تکنیک های خاص هر دو ورزشکار ما آماده هستند، تمرین های بسیار خوب را سپری کردن. ورزشکار ما حبیب الله محمد زای هم از پایین فعالیت داره، کوهستانی از بالا، یک فایت بسیار دیدنی و بسیار جالب را به پیش میبرند. آکن گراد از طرف کوهستانی در فول گارد قرار داره کوهستانی، ضربات و مشتای پی در پی به صورت حبیب الله محمد زای. حبیب الله محمد زای در صدد عزیز که خودش از فول گارد خلاص کنه و بالاخره هم
موفق میشه. بازی دوباره تغییر کرد. بازی دوباره تغییر کرد. البته حبیب الله احمدزی دانست که دوباره از گلگار کنه انتخاب کنه. یک نیکیک بسیار عالی. دوباره پس مسابقه به شکل استاده ادامه پیدا کرده. رئیس و هر دو ورزشکار فعلا در حال تهاجم قرار داره. دوستان که اطراف ما قرار دارن هر دو ورزشکار تشویق کرده رئیس فعلا. حرکت های خوب را هر دو ورزشکار استفاده میکنند. پایان رنگ اول هر دو ورزشکار ما با تکنیک و تکتیک های خاصشان استفاده کردند. یک مسابقه بسیار جالب و دیدنی میگیم. مسابقه نیمه مرکزی توقع میرفت که باید چنین فایت هر دو ورزشکار ما انجام میدادند که واقعا فایت هایشان خیلی جالب بود. رنگ اول مشاهده کردین، از حرکات هر دو ورزشکار را دیدین. ورزشکارای ما هم در بالا و هم در پایین، وقتی که میگیم کوهستانی یعنی فعالیت های قدرت بدنیش بالا بود و کنترل زیادتر در زمین داشت. حبیب الله محمدی احمدزی میخواد که فایده سر پا بره پیش و از مشتاق و حرکاتایشان استفاده بکنه. دو لوکیک صورت گرفت از حبیب الله احمدزی در مقابل شمشاد کوهستانی. فعلا مسابقه به شکل استاده ادامه داره. هر ورزشکار میخواد که از تکنیک های خاصی که دارن در مقابل حریفشان استفاده کنن. ورزشکارای ما را که میبینید تماشای عزیز از قدرت بدنی خاص برخوردار هستند. در مقابل ضربات، در مقابل حرکات استفاده کردن از تکنیکایشان زحمات زیاد کشیدن. لوکیک از طرف حبیب الله احمدزی در مقابل شمشاد کوهستانی. اردو ورزشکار به شکل ساده فعلا فایدار. اردوشان میخواهند که از قسمی که از قدرت بدنی خاص برخوردار هستند از تکنیک های خاص استفاده کرده حریف خود را مغلوب بسازند. فعلا مسابقه به شکل مشتاد است و به می ترتیب جریان داره و شما دوستان میتونید که ورزشکارا را تشویق کنید. پس مسابقه با هم دیگر یک جا ورزشکارا نزدیک شد و به می ترتیب تماشاچی عزیز لطف کنین مزاحمت به کسای دیگه نکنین که از سر با چوکی نشستن و میخوان مسابقه را ببینن. اگر شما استاده باشین مزاحمت به دیگران میشه. لطفا در جایتان نشسته و تا مسابقه را ببینید. فعلا هر دو ورزشکار با هم دیگر یک جای هلت شدن و بالاخره کیچ کنترل این نیکایی که از طرف حبیب الله پرتاب میشه در قسمت های پای شمشاد کوهستانی البته به امتیاز نخواد بود و به می ترتیب مسابقه با تمام شور شوقش ادامه داره و دوستایی که اطراف کمیونیتی را قرار دارد لطفا زیاد چیخ نزنند تا اینکه فضا را برهم نزنند. نیکیکایی را که شما می بینین با پتای یک دیگرشان می زنند. هدف از این نیکیکا نمره نیستند. اینا در مجموع کلن می خواهند عضلات یک دیگرشان است. بله. با یک پوزیشن اردو ورزشکار قرار داره. نیکی که از اردو ورزشکار به همدیگر صورت میگیره. دوباره اردو ورزشکار فاصله گرفتن و مسابقه ادامه داره. واس دوباره پس با همدیگر درگیر شدن اردو ورزشکار در کنج رنگ. یک دفاع خوب از طرف شمشاد کوهستانی صورت گرفت در قسمت آبگای حبیب الله احمدزی. از کیچ محکم گرفته. دستشان رها کنین از کیچ. و در یک حالت فعلا اردو ورزشکار قرار دارد. و یک چیز می خواهیم تاکید کنم دوستانی که اطراف کمیونیتی رو قرار دارد لطفا زیاد چیخ نزنند چون فضا رو برهم می زنند یا هم یک موقعیت دیگر به خود قرار بدن و بالاخره ورزشکارانشان را تشویق کنند. اردو ورزشکار در یک پوزیشن با هم دیگر قرار دارد. هر دویشان می خواهند که از فیزیکی که برخوردار هستند حریف خود را به شکست مواجه بسازند و دوباره پس از قسمت مرکزی رنگ مسابقه صورت گرفت و جریان مسابقه را شما دوستا دیده رایستیم. هر دو ورزشکار ما در گراتای پنده بند از حبیب الله احمدزی یک لوکی و می تردیم یک لوکی که بسیار خوب
جوابش آکن افرکت اما اصابت نمی کنه نوکیک ینگ نوکیکی بسیار عالی گراد اما دفاعی خوب نوکیک از طرف شمشور گوستانی باز هم یک لوکیک دیگر از طرف شمشور گوستانی و در مقابل دوباره پس خواست که جبران کنه حبیب الله محمدزی و هر دو ورزشکار به شکل انتقام گونه در مقابل همدیگرشان قرار دارد و هر کدامشان میخواهد امو پوزیشن امو تکنیکی که استفاده میکنه در مقابل حریفشان دوباره استفاده کنه یک اوکین و یک مشت پس دوباره دو ورزشکار با همدیگر یک جا شدن مشتای پای در پای از طرف حبیب الله محمدزی صورت میگیره و در مقابل شمشاد کوهستانی دوباره میخواهد جبران کنه هر دو ورزشکار با هم دیگر دوباره درگیر شدن و مشته که از طرف شمشاد کوهستانی و صورت حریف خاک همان حبیب الله محمدزی صورت میگیره و خوشبختانه راوند دوم همچنان به پایان رسید راوند سیو که راوند سرنوشت ساز است شما دوستان میتونید که ورزشکارانتون تشویق کنید حالا هم نظر جناب عادل در رابطه پرسان میکنم راوند اول دوم ما شما نزدیک دیدیم و در نظر شما آیا در راوند دوم هر دو ورزشکار از تکنیکایی که استفاده کردن در راوند سوم میتونن از همون تکنیکا استفاده کردن تا این حریف خودونو مغلوب بسازن طوری که شما مشاهده کردین هر دو ورزشکار ما از حرکات و تکنیکای تکتیکات خودشان استفاده کردن کوهستانی میخواست که رنگ دو فایت ببره به زمین اما حبیب الله محمدزی اجازه برشان نداد اگر فایت خب راوند سه آغاز شد دو ورزشکار با هم دیگر پس به شکل ساده فعلا فایت جریان داره و شما دوستان میتونید که ورزشکارانتون رو تشویق کنین یک رات خوب خیلی عالی هر دو ورزشکار به شکل انتقام گونه در مقابل حریف خودان فایت میکنه باز هم محمدزی یک مشت دیگر از حبیب الله محمدزی یک هایکی که خوب از شمشاد گویستانی که متاسفانه البته برخورد نمیکنه دوباره و به می ترتیب دوباره پس مسابقه جریان پیدا میکنه در اطراف رنگ هر دو ورزشکار از تکنیکای خاصی که برخوردار هستن میخواین حریف خودانه در کنج رنگ قرار داده تا اینکه حریف خودانه در راوند سیم که راوند سرنوشت ساز است به شکست مواجه بسازه دوباره هر دو ورزشکار ما به شکل ساده فایت داره و هر لحظه امکان داره اتفاق بیفته یک لوکی که خوب از شمشاد کوهستانی در مقابل حبیب الله محمدزی دوباره پس که متاسفانه لگت دوم برخورد نمیکنه و جریان مسابقه را شما دوستان دیده را هستین هر لحظه امکان داره اتفاق بیفته و دوستان که پشت سر کمیونیتی قرار دارن لطفا کم فاصله بگیرن به خاطر که به نحو مزاحمت میشه دوباره پس هر دو ورزشکار به شکل ساده فایده خودانه جریان داده را هستن بسیار عالی یک لوکه که بسیار خوب که برخورد میکنه در قسمت آبگاه جناب شمشاد کوهستانی و عادل خود دست نمیده و مسابقه به می ترتیب جریان داره هر دو ورزشکار از تکنیک های بسیار خوب برخوردار است بسیار عالی بسیار عالی دوباره از مهارت خاصی که شمشاد گوستانی قرار داره میخواد حریف خود را نکاوت کنه یک لوکه که بسیار خوب از شمشاد گوستانی و دوباره پس مسابقه در کنج رنگ قرار میگیره و مشتای پای در پای در صورت شمشاد گوستانی برخورد میکنه از طرف حبیب الله محمدزی و فعلا در یک حالت قرار دارد دو ورزشکارا جناب عادل چی ارزیابی میکنین راوند سی و راوند سرنوشت ساز است و بالاخره دو ورزشکار در حالتهایی که قرار دارد تکنیک های استفاده میکنه آیا مؤثر برشان تمام خواهد شد؟ شما میبینید که حرکت ها 100% خیلی تکنیک و تکتیک های خوب را استفاده میکنند 100% مؤثر و حرکت هایی که باید یک ورزشکار اجرا کنند اجرا میشه یک تک داون خوب از طرف کوهستانی شما متوجه هستین هر دو ورزشکار ما خیلی خوب میدرخشند خیلی خوب حرکت هایشان را به درستی انجام میدن فایده را که شما
میبینین این فایت خیلی یک فایت جالب و دیدنی هست که هر دو ورزشکار ما از حرکات خاصشون استفاده کرده هستند. در ام ام ای هر ورزشکاری که از هنرش استفاده کرد امو موفق است. و هر دو ورزشکار البته از فیزیک بسیار خوبه که برخوردار هستند، در مقابل حریفشون استفاده میکنن. هر دوشون در یک پوزیشن در گارد قرار داره و فلحال شمشاد گوستانی فعلا بالا میخواهی که دوباره عریف خود را به زمین پایان بسازه و به شکل سبمیشن و هم مشتای پای در پای به صورت حبیب الله محمد زای از طرف شمشاد گوستانی صورت میگیره و به این ترتیب مسابقه دوباره به کنج رنگ تغییر کرده و هر دو ورزشکار میخواهی که راون سیومه و نفع خود به ادمان برسانه. مشتای پای در پای به صورت حبیب الله محمد زای که حبیب الله محمد زای فعلا تحرک از خود نداره در جریان مسابقه و به این ترتیب در یک حالت قرار داره و از تمام قدرت توانه که شمشاد کوهستانی برخوردار است میخواهی که حریف خود دوباره به زمین نزدیک ساخته و بالاخره به هر مهارتی که داره حریف خود به شکست مواجه بسازه و دوباره در فول گارد جناب شمشاد کوهستانی قرار گرفت حبیب الله محمد زای و احتمال داره هر لحظه اتفاق دوباره پستان است که تغییر کنه، شکل بازی تغییر کرد، شکل مسابقه تغییر کرد و دوباره پس فعلا در گارد حبیب الله محمد زای قرار گرفت شمشاد کوهستانی فعلا به شکل استاله دوباره مسابقه جریان پیدا کرد و حالا هم دوباره تغییر بازی تغییر جهت داد و شمشاد کوهستانی دوباره پس در فول گارد قرار داد و حبیب الله محمد زای فعلا شمشاد کوهستانی فعلا البته در فول گارد قرار داره و هر لحظه مشتای پای در پای گرازای پای در پای به صورت حبیب الله محمد زای پرتاب میکنه و هر کدام از این نمره و امتیاز نخواهد بود و خوشبختانه راون سیوم که راون سرنوشت بود به پایان رسید. حالا هم جناب اسدالله اسمتی فعلا داخل رنگ شده و حال اول ورزشکارا را جویا میشه و عنقریب امتیاز بازی که به نفع هر ورزشکار تمام شده را جناب عمران فرهمان اعلان خواهد کرد. بعد از سه راوند جذاب و دیدنی با قضاوت داورسایبا اردوشان قهرمان هستند. اردوشان قهرمان هستند، تصمیم داورسایبا است. دوستان عزیز، هر دوی قهرمان هیئت جوری و سردار مسابقه اعلان کردند و به امید پیروزی های بعدیشان میتونید تشکر از قهرمان صاحب عزیز. خب از حبیب الله محمد زای میشنویم که چی گفتنی دارن نظر به تصمیم داورا. خداوند که به شما سلامت داشته باشد. به افتخار قهرمان ما کف بزنید دوستان عزیز.